سلام، به خبرهای این ساعت با من روما عادل خوش آمدید. مشروع خبرها 138 کارمند وزارت مالیه از وظایفشان برکنار شدند در اسنادی که یک کپی آن را کابل نیوز به دست آورده است. هیئت موظف شده از سوی ارگ ریاست جمهوری توسعه کرده است که 138 کارمند از وظایفشان برکنار شدند و 59 تن دیگر نیز باید فوراً برکنار شوند. در این اسناد همچنان آمده است که مقامات دخیل در جذب این افراد نیز به لوی سورنوالی معرفی شدند. این در حالی است که چند روز پیش رئیس منابع بشری وزارت مالیه به دلیل رد دستور رئیس جمهور غنی در مورد برکناری کارمندان وزارت مالیه از وظیفه برکنار و به لوی سورنوالی معرفی شد. در نتیجه انفجار در دارلمان کابل دو تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. مقام های امنیتی میگویند که این انفجار در منطقه چهار قلعه دارلمان بر یک موتر نو کرولا رخ داده است که در آن دو تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. این در حال است که روز چهارشنبه در ننگرهار نیز انفجار رخ داده که در نتیجه آن چهار تن کشته و شش تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر در نتیجه یک انفجار در ولایت بغلان به شمول ملا علم قماندان پیشون خیزش‌های مردمی ده تن زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را کسی بر عهده نگرفته است. اعضای ولسی جرگه می گویند که در عقبه طرح حکومت موقت دست امریکا کار می کند. شماره از اعضای ولسی جرگه با اشاره به گزارش های اخیر در مورد تشکیل حکومت موقت می گویند که طرح حکومت موقت در جلسات اخیر میان مقام های امریکا و پاکستانی مطرح شده است که باید جلوه آن گرفته شود. در همین حال برخی اعضای دیگر ولسی جرگه می گویند که آنان طرفدار حکومت موقت نیستند، اما از رئیس جمهور غنی می خواهند که در ظرف شش ماه زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری مساعد کند. پس از گزارش ها در رابطه با ترتیب طرح ابتدایی حکومت موقت، اعضای ولسی جرگه می گویند که در عقب اداره موقت دست امریکا و پاکستان است. برخی از اعضای ولسی جرگه هنگام سخنرانی به نشست روز چهارشنبه که به صلح اختصاص یافته بود گفتند که در این اواخر میان مقام های امریکایی و پاکستانی در رابطه با تشکیل حکومت موقت مجالس و گفتگو شده است، که آنان مخالف این کارند و باید جلوه آن گرفته شود. شعار تشکیل حکومت موقت با کمال تأسف که یک زهر پاد است برای ریشکن کردن نظام افغانستان، از این موضوع جلوگیری شود که پاکستانی ها به شمول امریکایی ها در دید وازدیدی به اصطلاح شخصی و خصوصی خود این موضوع را مطرح کرده. یو تعداد هیوادون چه متاسفانه در پخوانه د افغانستان په نسبت نیت خنو هغه یو ځل بیا غواړي چې د موقت حکومت په بانه باندې دغه نن اسکاله کې چې کمی نسبی لاس راځي دا متاسفانه لمن زوی خصوصا زمون ملی او امنیتی ورګانونه ځینی سیاسی مشران او سفرونه د پاکستان هیواد ته د افغانستان د سولې ثبتاش کول دي. در این حال برخی از اعضای دیگر ولسی جرگه می گویند که حامی حکومت موقت نیستند، اما از رئیس جمهور غنی می خواهند که در جریان شش ماه زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را مساعد کند. آنان می گویند این که در انتخابات طالبان برنده می شوند یا کس دیگر، اما به مردم افغانستان صلح مهم است. پا داکتر صاحب غنی بانده غا کوما چه ده موقت اداره سره مطلق چه چنگ مخالف منده ده لار پیروانیو خوشپکس میستو که دنه انتخابات راوڑا او پا انتخاباتو که کطالبو گتلا کار یو سیاسونو گتلا منده امغا رایتیو او امغا سره کار کو سول منده ده طولو نمهمه ده. طالبان هنوز سول را به عنوان یک هدف و ایجاد مشارکت سیاسی با جبهه جمهوریت ندارن. جانب حکومت هم متاسفانه برای فراهم آوری زمینه مساعد برای صلح تلاش نمی کند. شعارها و بیانیه‌های هر دو طرف هنوز از آمادگی برای صلح واقعی فاصله دارد. در حالی که گفته می شود طالبان تا روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا مذاکرات را به تأخیر انداختند، اما اعضای ولسی جرگه از هیئت‌های مذاکراتی در دوحه می خواهند که به تحول از سوی اداره جدید آمریکا در رابطه با افغانستان منتظر نمانند، بلکه در مورد وضعیت جاری افغانستان فکر کنند.
برادرانی که شما برادران و خواهرانی که امروز به حیث هیئت در قطر تشریف دارید و مذاکرات صلح را پیش میبرین، اگر به اندازه خیلی کم شما به فکر افغانستان هستید، منتظر نمانید که در آمریکا چه تحولی به وجود میآید، منتظر نمانید که آقای جو بایدن چه تصمیمی در ارتباط افغانستان میگیره. از خلیل زاد و دوی در سپران سر و دوی در نظامی خلق سر طالبان کشینی اقلا نیوربان خود دوی زنی اوغاری، او زب پا دی مطمئنیم چه دوی زنی اوغاری اقلا طالبان دوی پا خلق کهی خود دوی نزنی اوغاری پا دی مطمئنیم چه در امریکا جوی بایدن اشتر وست نیک چند نسید مرسول هم پا داغه معتل ده. اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه تاکید کردند که باید طرف میانجیگر سوم ایجاد شود تا جریان مذاکرات صلح میان هیئت‌های مذاکراتی حکومت و طالبان را نظارت کند. حکومت جدید آمریکا توافق صلح با طالبان را ارزیابی خواهد کرد. آنتونی بلینکن که از سوی جو بایدن به عنوان وزیر خارجه معرفی شده است، هنگام سخنرانی به مشران جرگه آمریکا بر پایان یافتن جنگ طولانی مدت در افغانستان تاکید می‌کند، اما می‌گوید که نیاز است توافقنامه صلح با طالبان یک مرتبه ارزیابی شود که چند نکته آن عملی شده است. وزیر دفاع آینده آمریکا نیز بر توافق میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید دارد و میگوید که ایالات متحده به جنگ طولانی خود در جهان پایان میدهد و اکنون زمان پایان دادن به جنگ جاری در افغانستان است و نیروهای آمریکایی به خانه هایشان برگردند. آگاهان امور میگویند در حالی که وزیر دفاع و وزیر خارجه جدید آمریکا بر پایان دادن به جنگ تاکید دارند، طوری به نظر میرسد که حکومت جدید آمریکا نمیخواهد که توافقنامه دوحه را لغو کند، اما ممکن برای عملی نمودن این توافقنامه برخی از موارد آن را مجدداً ارزیابی کند. برای تطبیق هرچه بهتر این توافقنامه برخی موارد آن را مجدداً ارزیابی می کند. هرچند امیدواری ها در رابطه به دور دوم مذاکرات بین الافغانی سال در قطر بیشتر است، اما با توجه به روند بطی این مذاکرات چنان معلوم می شود که هر دو جناح منتظر موقف حکومت جدید آمریکا اند. هرچند موقف حکومت جدید آمریکا در رابطه به توافقنامه دوحه واضح نیست، اما نامزد وزیرانی که از سوی جو بایدن به وزارت امور خارجه و دفاع این کشور معرفی شدند بر پایان رسیدن طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان تاکید نمودند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آینده آمریکا میگوید نیاز است که توافقنامه صلح با طالبان بار دیگر ارزیابی شود تا دیده شود که این توافقنامه تا چه حد تطبیق شده است. در رابطه با افغانستان در واقع با چالش واقعی در این کشور روبرو هستیم. ما خواستار پایان این جنگ بی پایان در این کشور هستیم و می خواهیم نیروهای خود را به خانه برگردانیم. برای مبارزه با ظهور مجدد تروریسم همچنین بخش از نیروهای خود را در این کشور حفظ می کنیم. باید با دقت بررسی کنیم که واقعا در مورد چی چیزی مذاکره شده است. من هنوز وارد جزئیات آن نیستم. وی همچنان تاکید کرده است که آمریکا به شمول افغانستان طولانی ترین جنگش را در جهان به پایان می‌رساند. در این حال وزیر دفاع آینده آمریکا نیز با اشاره به جنگ در افغانستان گفته است که آمریکا خواهان به پایان رساندن طولانی ترین جنگ‌هایش در جهان است. اکنون وقت آن فرا رسیده است که جنگ جاری در افغانستان نیز خاتمه یابد و نیروهای آمریکایی دوباره به خانه‌شان برگشت داده شوند. وی هر چه زودتر بر یک توافق حکومت افغانستان و طالبان انتظار داریم این جنگ از طریق گفتگوها حل و فصل شود و برای این کار هر گونه تلاش میکنیم. لازم است تا این جنگ پایان یابد و میخواهیم توافقنامه با در نظر داشت دیدگاه رئیس جمهور منتخب آمریکا حاصل شود. میخواهیم افغانستان در آینده تهدیدی را متوجه آمریکا نسازد. تمرکز ما برای مبارزه با تروریسم در آینده کمک کننده خواهد بود. اظهارات مقام‌های بلندرتبه آمریکا در رابطه با جنگ جاری در افغانستان و بر یک توافق میان حکومت افغانستان و طالبان در حال است که گفته می‌شود هیئت مذاکراتی طالبان در دوحه منتظر موضع‌گیری حکومت جدید آمریکا است. آگاهان امور می‌گویند در حالی که وزیران آینده دفاع و امور خارجه آمریکا به پایان رسیدن جنگ تاکید دارند، اما معلوم می‌شود که حکومت جدید آمریکا خواهان لغو توافقنامه دوحه نیست و ممکن به هدف تطبیق بهترین توافقنامه برخی از نکات توافقنامه را ارزیابی کند.
نواقصات و یا انتقاداتی که در خود تفاهم نامه قبلی از طرف مردم افغانستان صورت گرفته بود اونا را برطرف کنه و اشتباهاتی که در اوضو صورت گرفته بود اونا را برطرف کنه، روی یک میکانیزم و یک چارچوب توافقنامه توافق کنن که به آینده افغانستان یک تضمین واقعی باشد و صلح دائمی را در افغانستان برقرار کنه و روی روند گفتگوهای فعلی که در دوحه جریان دارد تغییرات مثبت را وارد کنند. کیدایشی چه داسه څه نظریات ولري چې د سولې پر واسطو کې اغیزمنه تمام شي او که خدای غوښتي و د جګړې د پای ټکی به وي. حکومت امریکا در حال از ارزیابی توافقنامه دوحه صحبت می کند که قبل از این مشاور امنیت ملی جو بایدن توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان را تایید کرده بود. وحید عمر مشاور رئیس جمهور می گوید که حکومت افغانستان با آزادی 7000 زندانی طالبان مخالف است، پس از آن که طالبان از امریکا خواستار آزادی 7000 زندانی باقی مانده شان شدند. وحید عمر مشاور رئیس جمهور در بخش رابط عامه و امور استراتژیک می گوید انتظار می رفت که با آزادی 5000 زندانی طالبان در سال گذشته گروه طالبان خشونت ها را کاهش دهد، اما برعکس خشونت های موجود افزایش یافت که به گفته وی با توجه به این تجربه تلخ طرفدار آزادی زندانیان باقی مانده طالبان نیست. وحید عمر همچنان با اشاره به گزارش های اخیر در مورد حکومت موقت میگوید که دیدگاه برخی از سیاستمداران در مورد حکومت موقت تغییر کرده است و شمار از زیاد از سیاسیون افغان با تشکیل حکومت موقت مخالفت نشان دادند و آن را سبب تجزیه افغانستان خواندند. همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات بین الافغانی صلح در قطر، طالبان خواهان رهایی 7000 زندانی دیگرشان از محابس افغانستان شدند و در این مورد از امریکایی‌ها خواستند که زندانیان آنان را رها کنند. اما حکومت افغانستان در واکنش به این خواست طالبان می‌گوید که با رهایی 5000 زندانی طالبان در سال گذشته نه تنها خشونت‌ها کاهش نیافت، بلکه در مقایسه با گذشته افزایش یافت. وحید عمر مشاور رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک میگوید که طالبان برای رهایی زندانیان متباقیشان هیچ گونه دلیلی ندارند. ما طرفدار رهایی طالبای بیشتر به هیچ صورت نیستیم، الایی که طالبها قدمهایی را بردارند که مردم افغانستان نیت واقعی را ببینند. در غیر زو رهاییشان فایده نداره و باعث بیشتر شدن خشونت شده و در آینده هم شاید شود. وی همچنان روند مذاکرات جاری در قطر را بدی توصیف می کند و طالبان را عامل اساسی این وضعیت می خواند. وی می گوید که جناح مذاکراتی دولت افغانستان به گونه کامل آماده مذاکرات است. طرف مقابل ما متاسفانه تا هنوز دیدگاه واضحی به هیچ ارتباطی نداره. نه دیدگاه واضحی به ارتباط دولت داره، نه دیدگاه واضحی به ارتباط نظام داره، نه تغییر در ذهنیتشان به ارتباط نقش زن در جامعه، نقش رسانه ها در جامعه، کثرت‌گرایی، دموکراسی و اینا چیزی تغییری که باعث ازی شوه که دو طرف به توافق نزدیک شوند در وجود طرف مقابل ما تا هنوز دیده نمیشه. وحید عمر همچنان با اشاره به گزارش های اخیر در رابطه با حکومت موقت میگوید دیدگاه برخی سیاسیون افغانستان در رابطه با حکومت موقت تغییر کرده است. وی میگوید که در این اواخر شمار زیاد از سیاسیون با تشکیل حکومت موقت مخالفت نشان دادند و این حکومت را سبب از هم پاشیدن افغانستان خواندند. ما دیروز خواندم از 2-3 تا از طرفدارای حکومت موقت که گفته بودند که ایجاد حکومت موقت باعث فروپاشی نظام در افغانستان میشه. یک بحث بود و ما خوش هستم که امروز سیاسیون افغانستان زیر فشار از هانامه مردم افغانستان دیگه از او بس گذشتند. این اظهارات مقام های حکومت افغانستان در حال است که روند مذاکرات جاری صلح در دوحه بسیار بطی و کم رنگ ادامه دارد و گفته می شود که طالبان به این دلیل مذاکرات صلح را در دوحه به تأخیر انداختند که آنان منتظر استراتژی جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا اند.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور میگوید که طالبان انتظار رهایی زندانیان دیگر را نداشته باشند. حمدالله محب که در رأس یک هیئت حکومتی برای ارزیابی وضعیت عمومی زون جنوب شرق با قلوردوی 203 تندر رفته است میگوید که طالبان با افزایش جنگ و حملات ثابت کردند که آنها به صلح متحد نیستند و حکومت در این وضعیت هیچ زندانی دیگر طالبان را آزاد نمی کند. برخی از باشندگان ولایت پکتیا این گونه سفرهای مقامات ارشد امنیتی افغانستان را بیفایده و نمایشی می خوانند و می گویند که مقامات امنیتی نخواست باید امنیت کابل را تامین کنند و سپس به هدف تامین امنیت در این ولایت ها شعار بدهند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در رأس یک هیئت دولتی که لیدریس زوردوی ملی و رئیس اداره مستقل ارگان های محلی وی را همراهی می کردند به هدف ارزیابی وضعیت امنیتی به قلوردوی 203 تندر سفر کرد. حمدالله محب می گوید که طالبان مسلح جنگ را در بیشتر ولایات کشور تشدید نمودند و به صلح متحد نیستند. وی می گوید که طالبان باید در این گونه وضعیت توقع رهایی زندانیان دیگر را نداشته باشند. د سولې په اړه باندې یوه خبره تر نن اورېدل کېږي، نو په داسې یو وضعیت کې د نورو بندیانو د خوشي کولو تمه باید ونه لري. وی میگوید که در جریان این سفر به هدف بهبود وضعیت امنیتی با والیان و قماندانان امنیه 7 ولایت زون جنوب شرق مجلس کرده است و در بخش امنیت تغییرات مثبت ایجاد خواهد شد. وی میگوید که اکنون در ولایات غزنی و میدانوردک این زون چالش های امنیتی موجود است. په ټول کې دلته وضعیت بهتره ده. دو ولایتونو کې چې غزنی او میدانوردک ده لکه وضعیت کړکیچن ده، خو ان شاء الله غی ته هم توجه کیږي. برخی باشندگان ولایت پکتیا این گونه سفرهای مقامات بلند رتبه امنیتی را بیفایده و نمایشی میخوانند و میگویند که مقامهای امنیتی نخواست امنیت کابل را تامین کنند و سپس شعارهای تامین امنیت در ولایات را بدهند. ملی امنیت شورا مشر څو میاشتې وړاندې هم پکتیا ولایت راغلی و اولته هم خلکو هم امنیتي ځواکونو له دوی سره خپلې ستونزې شریکې کړلې، خو په پکتیا ولایت کې په ځانګړي ډول په سویل ختیځ زون کې د امنیتي سرتیرو ستونزې نه دي حل شوې. امنیتي وضعیت چې دی دا باید یو سطحوي شي او ډېره پاملرنه باید ورته وشي، نه داسې قسم ته ځکه لکه څه قسم چې هدفي وژنې کېږي دغې باید د دې پاملرنه دې ته وشي. این هیئت امنیتی از مرکز کابل به هدف بررسی وضعیت امنیتی زون جنوب شرق در حال سفر می کند که طالبان مسلح برخی راه های مواصلاتی در این زون را از چند سال به این سو ناامن کردند که رفت و آمد مردم بر این راه های مواصلاتی با مشکلات همراه است و حکومت می خواهند که امنیت این شاهراه ها را تامین کند. در 50 ماده قانون انتخابات تعدیلات به میان آمده است. مسئولان کمیسیون های انتخاباتی می گویند که در 50 ماده قانون انتخابات تعدیلات به میان آمده است که در مورد این تعدیلات با احزاب سیاسی جامعه مدنی و ارگان های مربوطه بحث و گفتگو خواهد شد. در این تعدیلات ابتدایی کل افغانستان برای کوچی ها به 3 حوزه تقسیم شده است، در حالی که در گذشته همه افغانستان برای کوچی ها یک حوزه بود و آنان در همه جا حق رایدهی را داشتند. ما اکنون بدون حوزه های مشخص حق رایدهی را در جاهای دیگر ندارند. مقام ها میگویند اگر کسی بر تعدیلات وارده در قانون انتخابات اعتراض دارد، باید پیشنهادهای بهتری از این دارند باید با آنان شریک کند، زیرا این تعدیلات قابل تغییر است و تو هنوز به وزارت عدلیه فرستاده نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات در قانون انتخابات سال 1395 و 97 تعدیلات آورده است و این روند هنوز هم ادامه دارد. نمایندگان کمیسیون های انتخاباتی، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و برخی ارگان های دیگر در دفتر کمیسیون انتخابات تجمع نمودند تا در مورد تعدیلاتی که در 50 ماده قانون انتخابات صورت گرفته است بحث و گفتگو کنند. مقام ها میگویند که اگر کسی بر این تعدیلات جدید اعتراض دارد و پیشنهادهای بهتری از این را داشته باشد با آنان شریک کند، زیرا تعدیلات صورت گرفته در قانون انتخابات قابل تغییر است و تا اکنون به وزارت عدلیه فرستاده نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات توقع دارد بعد از ختم جلسه جمع‌آوری نظریات جوانب ذی‌دخل در انتخابات مسوده جدید قانون انتخابات را قابل قبول برای همه جوانب ذی‌دخل و مطابق نیاز
عصر و جامعه برای تطبیق پروسه های مردم سالاری در کشور عزیز تصویت نماید. یو خاکا غبم کار پکړای دی چې تاسو ټول په میزو او په حضور کې یو یو کاپی چې البته خاکا او مسوده ده چې باید ذکر سی چې دا قابل د تغییر ده. اما در این تعدیلات جدیدی که میسونه های انتخاباتی که قابل تغییر است، تمام افغانستان برای کوچی ها و سه حوزه تقسیم شده است، در حالی که قبلا تمام افغانستان برای کوچی ها یک حوزه بود و کوچی ها حق داشتند که در هر منطقه افغانستان رای بدهند. یک حوزه رایدهی کوچی ها و سه حوزه مبدل شده است. در رابطه با لیست رایدهندگان وضاحت خواسته شده است. خواسته شده است که روند انتخابات باید الکترونیک شود. خواسته شده است که جریمه کسانی باید افزایش یابد که از قوانین مخالفت میکنند. خواسته شده است که رئیس دارالانشا تا 4 سال در سمتش باقی بماند. و دیگر خواستها. 6-7 طرح به شمول طرح فیفا، آیفاز، وزارت عدلیه، کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی و نظریات انفرادی که با دوستان مشوره شده جمع شده که ما با توجه و یا بر مبنای این طرح ها، یعنی طرح موجود را که در حد مسوده یا یک پیشنویس است ترتیب کردیم. اگر بخوایم تمام دریچه های که و روزنه های که باعث میشه تقلب از اونجا بالاخره وارد شفافیت انتخابات شد و اونا را ببندیم، ناگزیر باید به سمت سوی الکترونیکی شدن انتخابات بریم. در این حال نمایندگان برخی از احزاب میگویند که در این تعدیلات در نظر گرفتن 3 حوزه برای کوچی ها و برخی نکات دیگر برای آنان قابل قبول نیست. آنان میگویند که در این مورد نظریات و پیشنهادهایشان را با کمیسیون انتخابات شریک خواهند کرد. در صورتی که مشوره همه جانبه با احزاب سیاسی و نهادهای مرتبط با انتخابات در رابطه با طرح قانون صورت بگیره، من فکر میکنم که مشکلات و چالش هایی که انتخابات قبلی با او مواجه بود در انتخابات های بعدی مشکلات و چالش ها کم خواهد شد. دوی چه کمه طرح جوڑه کردی ایمان پیشنهاد پا که داو چه دره و رازی بانگ باید دی بانی دا متعلیه کو خپل مشاران سر بیمل نجده نمطرح کو بل مجلس که با انشالله دیده دی طرح آقا ایمان کو ملاحظات چی دی آقا با سر شریک کو. این تعدیلات ابتدایی در 50 ماده قانون انتخابات سوی کمیسیون های انتخاباتی قابل تغییر است که پس از بحث و مجالس با احزاب سیاسی، اداره های ناظر انتخابات و اعضای شورای ملی نهایی و مسوده آن به وزارت عدلیه فرستاده می شود. وزارت مالی از هرات تأخیر برخی از اعضای والس جرگه را در مورد هزینه های اداره امور بی‌بنیاد می خواند. معین مالی وزارت مالیه در اولین روز حسابدهی دولت برای ملت، ادعای والسی جرگه مبنی بر تخصیص $30 میلیون از سوی وزارت مالیه برای مصارف سبزیجات ریاست جمهوری را بی اساس خواند. مقام های وزارت مالیه می گویند که آنان در هفته آینده مسوده بودجه را برای 3 بار برای تصویب به والسی جرگه می فرستند. مسئولان وزارت مالیه در روز نخست روند حسابدهی به ملت آن ادعای اعضای والس جرگه را بی اساس خواندند که گویا به سبزیجات اداره امور $30 میلیون اختصاص یافته است. اعضای والس جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گذشته گفتند که در منوی غذایی اداره امور 17 نوع گوشت ثبت و همچنان برای ترکاری این اداره $30 میلیون اختصاص داده شده است. وزارت مالیه میگوید که گزارش های مصارف 3 سال گذشته از کد های 91 و 92 موجود است و همه چیز واضح است. مردم نان نمیافه بخوره، ابدن و گوشت قرارداد میکنن، باید یک باری بررسی شوه که چی نو گوشت است که ابدن و گوشت با قرارداد میتن. $30 میلیون تنها ترکاری بابی از اینا است. جناب رئیس بیر یک بار ما و شما ببینیم عدالت تنها در معاشات نه، در قراردادها باید به وجود بیاید. موضوع اداری امور چیزی که مورد بحث گفت، متاسفانه باید بگیم که یک دروغ شاخدار است و یک شایعه بزرگ است که بدون کدام حقایق است. تنها قراردادی که در اونجا موجود است 31 میلیون افغانی است. از 31 میلیون افغانی 14 میلیون مصرف شده. وزارت مالیه میگوید که کمیته مشترک ارزیابی برخواست های والسی جرگه در رابطه با بودجه مالی سال 14 کار میکند. مسئولان میپذیرند که فساد در گمرک های کشور وجود دارد، اما میگویند که در رابطه با آوردن اصلاحات در گمرک های کشور اراده جدی دارند. بحث های ما به پارلمان جریان دارد تا
تشویش هایی که از طرف پارلمان بود، تا جایی که قانون اساسی، تا جایی که قوانین مربوطه دیگه بر ما اجازه میتن، تعدیلات و اصلاحات لازم آورده شده و فعلا در حالت ازی هستم که انشاءالله در شروع هفته آینده برای بار سوم به پارلمان ارسال خواهد شد. ما منابع برق داریم در تمام گمرکات خود، ولی برق مشکل عمومی است. اگر مشکل عمومی را مطرح میکنین، او مربوط به وزارت مالیه نمیشه. موضوع اجازه را که تاسو فکر کنم چه من باید پاسخونه در کنم همکارا. وزارت مالیه میگوید که قبل از این از سوی اداره سیستگاه امریکا به نیروهای امنیتی افغان تیل انتقال میشد، اما این اداره در سال جدید از انتقال تیل انکار کرده است. آنان میگویند که به هدف انتقال تیل به نیروهای امنیتی 3.5 میلیارد افغانی را در بودجه در نظر گرفته است. اما اعضای کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه میگویند که بودجه اداره امور ریاست جمهوری در کد 9269 میلیارد افغانی است. مجبور هستیم، مکلف هستیم که باید به نیازمندی تیل قوای امنیتی ما باید رسیدگی بکنیم. ما تقریبا 3.5 میلیارد افغانی را که قبلا ای از طرف خارجی ها یا از طریق اداره سیستیکا پرداخت می شد، ما خود ما در بودجه در نظر گرفتیم در یک کود احتیاط و نیازمندی های وزارت داخله و دفاع باید رسیدگی بکنیم. اما اعضای کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه میگویند که بودجه اداره امور ریاست جمهوری در کد 9269 میلیارد افغانی است که نیمه از تمام بودجه انکشافی را میسازد. رئیس ولسی جرگه ادعاهایی را که در رسانه های اجتماعی شده است رد میکند که گویا بودجه مالی سال 1400 به دلیل قراردادهای برخ شرکت ها به گروگان گرفته شده است. این گونه سخنان دروغین و تبلیغات سو به هیچ عنوان نمیتواند اراده نمایندگان مردم را جهت متوازن ساختن بودجه تضعیف نماید. بودای 22 ما در کود 22 در مجموع در بودجه افغانستان 69 میلیارد افغانی داریم. یعنی ای در روغنیات مصرف میشه و تزینات، فرنیچر و کوچینا. در حالی که بودجه انکشافی ما 160 میلیارد است. نصف بودجه انکشافی ما در حقیقت در کود 22 برای تزینات برابر نصف بودجه انکشافی او جا اختصاص داده شده. خیلی نمیتونه عادلانه باشه. اداره امور در یک بخشش ما خوندم که او جا 17 رقم گوش در نظر گرفته شده. شما بین مردم افغانستان عدست غریب و بیچاره شاید خانه هایی باشه که در روز گوش نیافت. وزارت مالیه میگوید که هفته ی آینده مسوده سوم بودجه سال مالی 1400 را به هدف تصویب به ولسی جرگه پیشنهاد میکند. ولسی جرگه قبل از این بودجه مالی سال 1400 را به دلیل عدم توازن و یکسانسازی معاشات مامورین دولتی رد کرده بود. ادامه یه خبر. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا خواسته است تا تحریم‌های اقتصادی این کشور را لغو کرده و به توافق اتمی بازگردد. روحانی روز چهارشنبه در یک نشست ایالتی گفت که توپ اکنون در میدان آمریکا است و باید به تعهدات خود عمل کند و افزوده است اگر حکومت بایدن به توافق اتمی پایبندی نشان دهد، ایران نیز بر تعهدات خود پابند است. رئیس جمهور ایران گفته است که توافق اتمی هنوز پابرجاست و در صورت اجرا می توان به نتایج خوب دست یافت. ایران در واکنش به خروج و تحریم های آمریکا از توافق اتمی تهران غنی سازی یورانیم را افزایش داده است. سپاس از توجهتان. به خبرهای این ساعت وقت خوش. خدا نگهدار.